سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ امروز میخوایم بریم سراغ آسیب پذیری 16000 دلاری مهدی، ببینیم چجوری پیداش کرده. مهدی الان تو کلاس اوسپه، چجوری میشه که تو کلاس اوسپ باشه آسیب پذیری 16000 دلاری هم پیدا کرده باشه؟ اینو شاید تضاد داشته باشم هم، درسته؟ بریم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم چیکار کرده. یکم خلاقیت به خرج داره و اون خلاقیت خیلی تو باگ باونتی مهمه. بریم. موافق باشید بریم شروع کنیم ببینیم مهدی چجوری آسیب پذیری رو پیدا کرده. داستان از کجا شروع شد؟ من یه توییت دیدم، البته یه اکس دیدم توی اکس، توی توییتر سابق، که مهدی نوشته بود که من 16300 دلار باونتی دریافت کردم. بعد منم تگ کرده بود، باش تماس گرفتم، جزئیات ازش پرسیدم و جزئیات بهم گفت و بعدش ازش سوال کردم خب چجور به این باونتی رسیدی، برام توضیح داد و من امروز میخوام اینو خدمتتون بگم که شما هم شاید بتونید ازش الهام بگیرید. بچه هم مهدی 21 سالشه، کامپیوتر هم بچه که خیلی دوست داشته، اسکرین اینجکشن تو 16 سالگی یاد گرفته ولی انگلیسیش خوب نیستش و خیلی 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 محدوده. بعد توی 20 سالگی رتبه من توی یوتیوب دید و طبق گفته خودش و شروع کرده خوندن. و بچه ها سه تا شاخص ما برای هر شخص بریم در نظر بگیریم، حالا میتونیم شاخص های دیگر اضافه کنیم. فعلا به استعداد و تالنت، کریتیویتی یا اون خلاقیت و افورت یا اون تلاشی که فرد انجام میده، خب میشه اینا رو برد بالا هر کدوم. تالنت خب نمیشه، سخته، برای مثلا خلاقیت هم میشه یه کارایش کرد، منتها اون عاملی که خیلی دم دست ماست ما میتونیم باش کارمون رو بندازیم بچا تلاشه. و مهدی چیزی که اینجا داشته از نظر من خیلی تلاش کرده و میریم ببینیم چیکار کرده مهدی. بچا اول اینکه میگه من 8 بار، یعنی 8 تا 45 دقیقه نشستم رودمپ تو دیدم و این خودش خیلی به نظرم عدد بزرگیه. من خودم اگه باشم یه بار یه رودمپ رو میبینم، نهایت دور تند میبینم، ولی 8 بار دیده و 4 ماه طول کشیده بچه نتورک پلاس رو خونده، تازه کامل هم نخونده. این نتورک پلاس تو همون رودمپ من هستش دیگه. میگه من کلمه با کلمه تو گوگل ترنسلیت اینو خوندم و بچه این خیلی تلاش زیادی ها، یعنی کلی وقت گذاشته و کلی اذیت شده ولی دست نکشید، رفته اینو انجام داده. بعد او از تاپ 10 شروع کرده خوندن بچه ها، اینم خب اوکی بوده. اینم بگم مهدی کلا هیچ کلاسی نرفته. بعد اینکه این آسیب پذیری رو زد، من اومدم به خاطر کاری که کرده یه جایزه بهش دادم، بورسش کردم توی کلاس اوسپ زیروم و تازه داره کلی مواد یاد میگیره. و کلا من امروز میخوام، یعنی ما میخوایم با هم بررسی کنیم چجوریه که مهدی خودش اومده کلاس و چجوریه که 16000 دلار باونتی زده. چون موقع یادم بچه‌ها میگفتن این که انقدر زده که من نیاز به کلاس داره. بله بچه‌ها قطعا هممون نیاز به کلاس داریم، نه منظوری که بریم توی دوره ثبت نام کنیم، منظور اینه که هممون نیاز به دانش داریم و باید هر روز دانشمون رو آپگرید کنیم. خب بعد تصمیم گرفته که بچه ها پرکتیکلی، یعنی بیاد به صورت عملگرا کار کنه. اوکی اومده اوسپ خونده، چیزام خونده، نتورک پلاس، ولی گفته دیگه بسته، من میخوام بزنم تو دل عمل. و مهدی تا قبل اینکه اون کار عملی رو شروع کنه داشته روی یک نمودار خیلی طبیعی بچه ها میرفته جلو، حالا سینوسی کوسینوسی، و یه مایلستون براش اتفاق افتاده. مایلستونش چی بوده بچه ها؟ اولین باگ ویدی پیش. پس اولین باگ ویدی پیش رو زده و از اونجا خودشو باور کرده. این اتفاقیه که من میبینم توی کلاس هانت اولم به شدت اینو میدیدم تو بچه ها، خودشون رو باور نداشتن و وقتی اولین ویدی پیو میزدن انگار که میگن همین بود، این شنا کردن، یه حدیدی یادش میگیری. اینجا مهدی به یه خودباوری رسیده بچه ها. و از اینجا به بعد ما میخوایم ببینیم تو این قسمت ها چی کار کرده. خب بچه ها یه جایی هم افول کرده ولی اولین باگ ویدی پیش خیلی مهم بود. و اگه اولین باگ ویدی پی رو نزدید و میخواین هانتر بشید، بهتون توصیه میکنم حتما این کار رو انجام بدید و بیشتر یه باگ ویدی پی هم بزنید. توصیه من حداقل اینکه 30 تا بزنید باگ ویدی پی. خب پس حالا اینجا بچه تو این قسمت عین همه هانترهای جهان میتونیم بگیم بدون استثنا، مهدی کلی انی گرفته و کلی دوپلیکیت گرفته. اینو باید تجربه کنید، این خاک زمینه، باید خاکو بخورید. و بعد تونسته تا اکسسس پیدا کنه توی برنامه RDP 3 تا 150 یورو در مجموع 450 یورو بهش باونتی دادن. و اون موقع به من اینو گفته بود، اومده بود آسیب پذیریش به من نشون داد 3 تا 150 تاشو و من دیده بودم چون یه چت قدیمی باش داشتم، یعنی از مثلا حالا بگیم چند وقت پیشم مهدی قبل اینکه این باگو بزنه باهم در تماس بوده. و اینجا آسیب پذیریه که زدی یه مدتم VDP، یه مدتم مثلا دوپلیکیت خورده و باگ باونتی رو اینجا بیخیال شده بچه ها. حالا تو این مدت میگه خودش متفرقه میخونده، یکم ریلکس کرده، اینجوری بگیم یکم ریلکس کرده و یک کامبک خیلی قوی زده. چجور کامبک زده؟ این خیلی برام جذاب بود که من یه لایو با امید رفتم توی اینستاگرام که چجور امید تونست توی سال 6000 دلار باونتی بزنه و
اصلا حالا فارق از اون بانتیش چجوری اومده از صفر و حالا یه چیزایی بلد بوده و شروع کرده خوندن و کلی پیشرفت کرده و امید قطعا نفر بعدی که میخوام راجبش ویدیو پر کنم. بعد پس این یه چنین لایو من تو اینستاگرام دادم، این لایو رو دیده و گفته من اینجا باید کامبک بزنم، خیلی میگه انگیزه گرفتم و برام جالب بوده که اون لایو امید و همه این فیدبک راجبش میدادن. نمیدونم امید چی گفته ولی بچه‌ها خیلی دوستش داشتن. بعد میگه اینجا شروع کردم رایت اپ خوندن بچه‌ها، یعنی برگش کامبکی که زده نرفته شروع کنه هانت کردن یا کار دیگه، شروع کرده همینجور رایت اپ خونده رایت اپ خونده رایت اپ خونده پلاس یه خلاقیتی که به خرج داده که بهتون نشون میدم. رسیده به یه رایت اپ، اولا قبل از هر چیز بچه‌ها من یه دونه ویدیو گذاشتم تاثیر خوندن منابع و رایت اپ ها برای باگ هانترا یا برای باگ بانتی، میتونم بگم مهمترین قسمته، یعنی شما بدون این خوندن رایت اپ شلنگتون به دریای علم وصل نخواهد بود و هر چی بیشتر رایت اپ بخونید بهتره. یا شار چقدر بخونم از امروز شروع کنید تا 10 سال دیگه رایت اپ تموم نمیشم. خب رسیده به یک حالا زیاد آسیب پذیری دیده، رسیده به یک آسیب پذیری تو هکروان بچه‌ها که لینکش اینجا گذاشتم و یک پنلی بوده به نام سایت کیک که اونجا دیده مثلا یه چنین گزارش ارسال شده و این قسمت این تیکه بچه ها توجهش جلب کرده، گفته یه مسیری بوده که این هکر اومده این مسیر رو باز کرده و توی لاگا کلی چیز افشا شده و بهش باونتی دادن و اینجا فکر کرده که خودش هم بره چنین کاری رو کنه. پس مهدی میخواست چیکار کنه؟ مهدی میخواست یک مسیر خاص رو که مثلا اسلایس سایت کیکه بفرسته به کلی سرور و چجوری باید این کار انجام بده بچه ها؟ با چی؟ باری کرا با نوکلیای بچه ها. نوکلیای یک ابزاره که برای دیستریبیوت کردن یا اسکیل اپ کردن درخواست های HTTP به کار میره. شما میتونید یه درخواست به کلی سرور بفرستین یا کلی درخواست به کلی سرور، فرقی نمیکنه و خودش براتون منیج میکنه، هندل میکنه و اگه باش کار نکنید نصبش خیلی ساده است بچه ها. کافی برید تو ریپوزیتوری خودش استراکچرش رو بخونید و نصبش کنید، با زبان گو نوشته شده و کلی تمپلیت هم خودش براتون دانلود میکنه و ساده ترین حالتش اینه که چیکار کنید، یک سایت رو بهش بدید مثلا اکو کنید فرضاً memory-leaks data-یا رو پایپ کنید نوکلیا اینتر رو بزنید نتیجه رو ببینید. من یه سری آسیب پذیری عمدن تو سایت گذاشتم برای تست، آسیب پذیری الکیانا و هر چند وقت یه بارم یه سری گزارشش میدم به من و میتونید همین الان این تست رو انجام بدید، خروجی رو ببینید، اینجوری با نوکلیای حداقل دوست میشید. پس مهدی رفته سراغ نوکلیای و یه نکته این وسط وجود داره، نوکلیای یه سری پابلیک تمپلیت داره، یعنی ملت بیان تمپلیت می نویسن و این تمپلیت همون درخواستایی هستن که قراره به کلی سرور زده بشن و خب وقتی چیزی پابلیکه بچه ها آنچنان به ما ورودی نخواهد داد مگر تحت یه سری شرایط خاص و یه سری کارهای خاص ما انجام بدیم یا متدولوژیمون بیاد مثلا روی اسیت ها یا اون دارایی های جدید اجرا بشه که حالا یه بحث دیگه است، بحث این ویدیو نیست. و اینجا مهدی میبینه که چی داره بچه ها، این سایت کیک یک دونه تمپلیت پابلیک داره و حالا من تمپلیت پابلیک رو اینجا بهتون نشون میدم. پس اینجا تنها کاری که مهدی میتونسته کنه این بوده که بیاد این تمپلیت رو کل مثلا چه میدونم برنامه پروگرام های باگ باونتی بزنه و شاید هم چیزی به دست نمی آورده. چرا بچه؟ چون این تمپلیت پابلیک روزانه هزاران نفر دارن این استفاده میکنن و خب شانسش خیلی کم بوده قطعا. و مهدی این تیکر رو میبینه استیتس برابر 200 و اینجا یک خلاقیت به خرج میده بچه، یه تغییر کوچیک تو این تمپلیت میده و اون تغییر چی بوده؟ این بوده که میاد میگه این تمپلیت ریدایرکت چرا نداره و این تغییر رو تو تمپلیت میده بچه ها. دو خط host redirect مساویش به true دو نقطه true max redirect دو نقطه 3 و شاید باورتون نشه با همین دو خطی که اضافه میکنه به یک تمپلیت و البته بعدا تمپلیت کامل تر هم میکنه ها، اوکی حالا بحثی نداریم، ولی با همین دو خط میتونه اولین آسیب پذیریش رو پیدا کنه. پس این رو انجام میده، این دو خط رو اضافه میکنه بچه ها و ران میکنه و یک مسیر پیدا میکنه که ببینه توش پر لاگه و لاگای پیمنت اون برنامه است. این رو گزارش میده و 16300 دلار بهش باونتی میدن بچه ها. پس اون تمپلیت ادیت میکنه و این باونتی رو دریافت میکنه، هیجان زده میشه و اینو توییت میکنه و ما میخوایم بچه ها نتیجه گیری کنیم از این مسیر. چه نتیجه میتونید بگیرید؟ اول اینکه شما برای باگ باونتی به خلاقیت نیاز دارید بچه ها، اوکی؟ یعنی باید بتونید یه ایده جدید و یک مثلا کار جدید ارائه بدین و میبینید که اون ایده و خلاقیت حتما نباید
مثلا کشف یا آسیب پذیری تو پروتکل HTTP3 باشه. اوکی؟ یا مثلا نباید یه تایپ اتک جدید مثل اسمگلینگ رو به دنیا ارائه بدید که اگه بدید خیلی کارهای بزرگی کردید. بعضی موقع میتونه یه تغییرات خیلی ساده باشه، یه کاری باشه که بقیه نکردن، یه ایده خیلی ساده باشه که به ذهنتون میرسه. بچه‌ها مهدی ببینید چیزایی که بلد بوده، نتورک بوده، با یه سری OAuth حالا 3 تا اکسس هم زده بوده و آنچنان مسلط نبوده. و ما بعضی موقع خیلی میریم غرق میشیم تو جزئیات بچه‌ها، خیلی 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 زیاد شاگردام میبینم خیلی وقتا و آخرش میان به من میگن بچه‌ها نمیتونیم ما باونتی بزنیم. به خاطر همین، به خاطر اینکه باید یکم عملگرا باشیم بچه‌ها و اگه فازمون اینه که بریم کسب علم کنیم، خب اوکی میریم کسب علم میکنیم دیگه، نباید شکایت کنیم چرا باونتی نمیزنم. و البته اگه شما علمتون رو ببرین بالا باونتی هم خواهید زد. ولی به هر حال بدونیم دنبال چی میگردیم و مهدی اینجا با یه تغییر کوچولو تونسته به این باونتی برسه و مهدی تازه کارشو شروع کرده، اومده داره درس یاد درس میخونه، علمشو میبره بالاتر که بتونه در آینده کلی پیشرفت کنه. و ما اینجا با تبریک میگیم مهدی، مبارکت باشه و این ویدیو هم براتون پر کردم که داستانو متوجه بشید. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه، دمتون گرم، فیدبک بدید، موضوع بدید، بازم براتون پر میکنم. خدا نگهدار.